سلام امیدوارم حالتون خوب باشه در مورد ترانسپرنسی و حالا یه نکته دیگه میخوام با صحبت بکنم این طرحی رو که من اینجا آوردم و کار کردم از یه سری ترانسپرنسی استفاده کرده من پنجره به ترنسپرنسی ترانسپرنسی رو اگر شما باز بکنید از منوی ویندو و به ترتیب حروف الفا اینجا با شیفت کنترل اف 10 باز میشه اه اینجا اه خب نشون میده به برای اینکه راحت تر ببینیم که وضعیت آبجکت هامون در چه حالتی هست همونطور که میبینید تمام آبجکت هایی که اینجا هستن رو من مالتیپلای کردم و هر کدومشون یه مقدار رنگ مشخصی دارن که اگر بخوایم اونها رو ببینیم از پنجره کالر میتونیم مقدار رنگ اونها رو مثلا بر حسب سی ام وای کی ببینیم که اینها یه مقدار رنگ مشخصی دارن منتها در محدوده هایی که مالتیپلای اعمال شده این رنگ ها با هم دیگه ادغام شدن و یک رنگ جدیدی ساختن این موضوع ترانسپرنسی در این سمت حالا کاری که اتفاق افتاده اینه که وضعیت بلند مود نرمال هست ولی اپاسیتی کم شده ولی باز اتفاقی که افتاده اینه که ما به درصدهای دیگه از اون رنگ رسیدیم و این مسئله به این دلیل مشکل ایجاد میکنه در پروسه چاپ به طور خاص که فایلی که قرار پردازش بشه در نهایت اون چیزی که باید به دستگاه برسه یک فرمی هست که یک مقدار رنگ مشخص داره و این فرم ها اگر که بخوان در اصل وابسته هستن به هم دیگه یعنی من اگه این فرم رو پاک بکنم این محدوده ای که اینجا اینترسکت داشت با این فرم مقدار رنگش تغییر میکنه و همینطور اینجا هم همینطوره و این یه چیز طبیعیه منطقه این مسئله برای پروسه چاپ مشکل ایجاد میکنه به دلیل اینکه باید همزمان اینها رو محاسبه بکنه یعنی یک مرحله باید بیاد محاسبه بکنه که این فرم با چند تا فرم دیگه اینترسکت داره و اون محدوده ها رو دوباره شناسایی بکنه و اون محدوده ها رو بهشون یه رنگ مجزا بده بنابراین بهترین کار اینه که اگر میخواین که فایلتون رو بدین برای چاپ محدوده هایی که دارای ترانسپرنسی هستند رو فلاتن بکنید اصطلاحا یا به دست اون یه مرحله پردازش روش انجام بده به این صورت که طبیعتا دو تا اتفاق میافته یکی این محدوده ها رو جدا میکنه از هم دیگه یعنی تفکیک خواهد کرد ما الان اینجا چند تا فرم داریم دو سه چهار هشت تا فرم داریم هشت تا فرم داریم در حالی که نتیجه تعداد بیشتری خواهد بود یعنی هر کدوم از اینها مثل پروسه در از تقابل فرم ها از همدیگه جدا میشن باید بشن و در مرحله بعد اینه که مقدار رنگی که بر اساس ترانسپرنسی گرفتن رو به صورت کد رنگ مشخص بگیره الان ببینید این فایل رو این در از آبجکت رو اگه من نشون بدم اینا همشون مقدار رنگیشون صفر به معنی سفید هستن در حالی که چیزی که داریم اینجا میبینیم به خاطر ترانسپرنسی که اتفاق افتاده ترکیب شده با رنگ بکراند و طبیعتا این رنگ مقداری از رنگ زمینه رو هم داره در خودش بهش به یه عبارت دیگه یه جوری تینتی هست از بکراند همینطور اونهایی که مالتیپلا یا هر نوع بلند مودی که روشون انجام شده به با این داستانی که اتفاق افتاده بینشون هر کدومشون <applause> یک محاسبه ای صورت خ... میگیره روشون و ترکیب میشن با هم دیگه هم با هم خودشون و هم با زمینه های دیگه ای که ممکنه حضور داشته باشن توی اثر و تاثیر بذارن در آنچه که ما در نهایت میبینیم با عنوان رنگ ترانسپرنسی فلاتنر اگر اه به اصطلاح بخوایم ازش استفاده بکنیم یک دیالوگ هست درست توی آبجکت منوی آبجکت یک گزینه داریم به اسم فلاتن ترانسپرنسی که این دیالوگ رو برای ما باز میکنه من تا قبلش من یه نکته دیگه هم بگم اینکه یه کاربرد دیگه ای هم داره برای ما فلاتن uh, ترانسپرنسی uh, اونم تو خود طراحی و دیزاینه uh, فرض بگیریم که خب uh, من به عنوان یک طراح uh, اومدم از بلند مود و یا اپاسیتی تغییر اپاسیتی به یه ترکیب رنگ های جدیدی رسیدم که اینها uh, مستقلاً حضور ندارن و در دسترس من نیستن فلتن ترانسپرنسی علاوه بر اینکه برای اون داستان چاپ میدونه کاربورد داشته باشه برای من طراح هم کاربرد داره زمانی که من میخوام به اصطلاح این رنگ ها رو به طور مجزا و صورت مستقل داشته باشم ببینیم چه جوری عمل میکنه فلتن ترانسپرنسی رو که بزنید چند تا پریست داره که این پر... پریست ها انواع تنظیم هایی هستن که طبیعتا اینجا ما توی این دیالوگ میتونیم داشته باشیم یعنی شما به محض اینکه یک تنظیمی رو اینجا تغییر بدین پریست شما به کاستوم یا سفارشی تغییر میکنه ولی خب معمولا برای چاپ از های رزولوشن استفاده میکنن برای پرینت های سامپل و یا نمونه گیریم احتمالا و یا پلات از میدیوم رزولوشن استفاده میکنن و برای وب از لو رزولوشن ممکنه استفاده بکنن و یه پروفایل فول فور کامپلکس آرت داریم که برای تصویرسازی هایی که خیلی خیلی پیچیدن فرم های متنوعی دارن و برهمکنش زیادی دارن توی اثر و توی فایل در مورد پریست ها نکته ای که میتونم بگم بهتون اینه که یعنی سوالی که ممکنه مطرح بشه که اینجا ما محیطمون وکتور هست رزولوشن اینجا چه معنایی داره باید بگم که فلاتن ترانسپرنسی چون هم روی وکتور عمل میکنیم یعنی دست از که ایجاد میکنیم روی یک رو وکتور ها میتونن تأثیر بذارن روی فونت میتونن تأثیر بذارن و روی تصویر میتونن تأثیر بذارن این چیزی که مثلا اینجا میبینید این یک به اصطلاح مود دارکن هست از رنگ قرمز روی یک تصویر و طبیعتا برای اینکه فلتن بشه نیاز داره نرم افزار که به اصطلاح بخشی اون بخشی که روش اثر گذاری شده رو کات کنه برش بزنه و مجددا اون رو به اصطلاح رسترایز بکنه یعنی یک به اصطلاح ایمیج جدیدی درست بکنه که این ایمیج این ایمیج در این قسمت دارای این مقدار رنگ روی خودش هست دقیقا شبیه به فلتن شدن توی فتوشاپ و خب اینجا نیاز داره از ما که بپرسه میزان تراکم پیکسلی یا رزولوشن توی این فرایند چقدر باید باشه که اگر ما توی منوی ادیت ترانسپرنسی فلاتن پریست ها رو ببینیم میتونید اینجا ببینید که مثلا روی های رزولوشن فاکتور uh, uh, به اصطلاح ارجحیت رستر به وکتور روی صده یعنی وکتور uh, مبنای اصلی لاین آرت و تکست رزولوشن uh, برای خط و برای خطوط و برای تکست روی 1200 دی uh, برای گردینت و مش روی 300 دی پی uh, و تنظیمات دیگه که مثلا تکست رو آوتلاین نمیکنه استروک ها رو آوتلاین نمیکنه و کامپلکس ریجنز یا محدوده های پیچیده پیچی رو و شلوغ رو کلیپ نمیکنه روی میدیوم رزولوشن متفاوت هست و روی رزولوشن هم همینطور اگر ببینید مثلا بالانسش به شکل دیگه ای هست در صورت ما مقصودمون بیشتر روی چاپه و نیازهایی که ما به اصطلاح داریم توی کار خودمون فلاتن Transparency رو اگر که من آبژکت هایی که در اصل اثرگذار هستم توی Transparency انتخاب بکنم و این در اینجا زمینه رو هم انتخاب میکنم حالا من اگر این رو بیارم و بگذارم اینجا میبینید که نمایشش مقداری متفاوت هست با این چون اینجا مق... این مقدار رنگ با این درصد مشکی که اینجا هست ده درصد هست هم ترکیب شده اینو فلتن میکنم فقط این رو و ببینیم که چه اتفاقی میفته در آبجکت فلاتن ترانسپرنسی روی های رزولوشن و اوکی خب ده طبیعیه که در ظاهر هیچ اتفاقی نمیفته ولی مجموعه اون آبژکت هایی که انتخاب کردیم تبدیل میشن به گروپ من گروپ رو اگر آن گروپ بکنم خواهم دید که ببینید تا مثلا من اینو اگه بیارم اینجا بهتر میبینمش ببینید اینها از همدیگه به اصطلاح تفکیک شدن و هر کدوم مقدار رنگ خاص خودشون رو دارن به این صورت و حالا توی تنظیمات میتونم کارهای دیگه ای رو هم انجام بدم نکته ای که من میخوام بهش در ادامه اشاره بکنم اینه که اگر ما فلاتن ترانسپرنسی که داریم انجام میدیم روی یک تکستی باشه چه اتفاقی میفته اگر ما رستر uh, تکست رو در اصل آوتلاین تکست رو انتخاب نکنیم چه اتفاقی میفته آبجکت فلت اند ترانسپرنسی اینجا کانورت آل تکست تو آوتلاین تیک نخورده خب اتفاقی که اینجا میفته اینه که uh, در اصل تکست uh, رو حفظ کرده یعنی این تکست رو شما میتونید تغییر هم بدین ولی در جاهایی که اه, کلیپ کرده تا به اصطلاح اونها رو چیز بکنه اونجا هم باید تغییر بدین یعنی متن رو در اصل متن حفظ میکنه ولی سعی میکنه که مقدار رنگ ها رو اصلاح بکنه در اون اه, اگر مطمئن هستید از کارتون و نهایی هست اه, برای میتونید اصلا اه, این داستان uh, convert text تو outline رو هم انجام بدیم برای اینکه uh, متنتون تبدیل به outline بشه و مدیریتش احتمالا ساده تر بشه باز میگم uh, چیزی که مهمه اینه که uh, شما چقدر نسبت به این uh, مسئله حساسید یا توی کارتون ممکنه بهش نیاز داشته باشید که فونتتون به حالت فونت بمونه در مورد عکس هم ببینید ببینیم توی عکس چه اتفاقی میفته من همین این عکس رو سلکت میکنم اه یه حالا بذارید انجام میدم بعد میبینید میزنم شوی های رزولوشن و اوکی خب این گروپ رو آن گروپ میکنم و ببینید چه اتفاقی افتاد اتفاقی که افتاده اینه که یک کلیپ گروپ ساخته که توی این کلیپ گروپ از وکتور استفاده کرده برای کات کردن اون ایمیجی که رندر کرده بر اساس اون بلند مودی که روش قرار داده که من اگر این کلیپ رو ریلیز کنم میبینم که این بخش از تصویر رو با این در اصل کامپاند آبجکت یا کامپاند پث ترکیب کرده و یک کلیپ گروپ ازش ساخته و اون رو قرار داده و در اینجا به اصطلاح از روی این هم یک کلیپ گروپ ساخته برای اینکه اون محدوده رو کم بکنه یعنی دو تا کلیپ گروپ ساخته شده که اینا روی هم وقتی قرار میگیرن به اصطلاح ایمیج رو کامل نشون میدن و مشکل ما توی چاپ یعنی حل میشه و توی چاپ به مشکل بر نمیخوره منطقه حالا یه نکته مهم دیگه وجود داره در مورد متنهایی که تایپ شدن و متنهای در اصل کوچیک و ریز یا متنهای بلند که پاراگراف هستن چیزی که مهمه اینه که متن رو ما تقریبا تو اقل خصوصا اگر متن مشکی باشه که توی 90 درصد حالت مشکی هست ما متن رو از بلند مود استفاده نمی کنیم برای اینکه ترکیبش بکنیم باز پس زمینه اونم برای مق... مقاصد چاپ ببینید وقتی متن رو من روی یک زمینه رنگی قرار میدم توی Overprint Preview یا در از تو حالت سیپریشن پریویو مشکی رو اگه خاموش بکنم یعنی در حالی اگه بخوایم فرایند سی یا ترتیب چاپ رو چاپ چهار رنگ رو در نظر بگیریم باید بدونیم که رنگ های دیگه غیر از مشکی که متن در اینجا هست بدون در نظر گرفتن محدوده مشکی یعنی با حذف محدوده مشکی و سفید شدن چاپ میشن و تو این حالت وقتی رنگ مشکی در مثلا مرحله آخر یا حالا مرحله اول توی چاپ روی کاغذ میشینه احتمال این هست که توی اصطلاحا خوریه متن و زمینه مشکل ایجاد بشه که اگر متن ب... ب... جا به اندازه یک اپسیلون جابجا بشه یک محدوده سفیدی رو نشون خواهد یه سایه سفیدی ایجاد خواهد شد و م... کار اصلا یعنی میشه گفت خراب میشه و برای این کار توی فتوشاپ توی فتوشاپ از بلند مود استفاده میکنن یعنی میان مالتیپلای میکنن خب ملتیپلای به معنی ادغام دو تا رنگ با هم دیگه و این مشکل رو حل میکنن من تو توی نرم افزار های وکتور مثل الستریتور، کورل دراو یا این دیزاین ما از ملتیپلای نباید استفاده بکنیم به دلیلی که مالتیپلای یا تغییر اپاسیتی به معنای ترانسپرنسی هست و این ترانسپرنسی مجاز نیست برای چاپ چون قرار نیست که همونطوری که در ابتدای ویدیو توضیح دادم قرار نیست که چند مرحله محاسبه انجام بشه و اینها از همدیگه جدا بشن و از فراتر از اون اگر بخوایم در نظر بگیریم اصلا ما نمیخوایم متنمون تبدیل به وکتور بشه ما میخوایم متنمون متن بمونه و فلتن ترنسپرنسی هم طبیعتا به دردمون نخواهد خورد چون مشکل ساز میشه یعنی اون محدوده که شما فلتن ترنسپرنسی میکنید دیگه باید فاتحهش رو بخونید و خیلی ادیتای های دیگه ای نمیتونید دوش به هم میریزه فایلتون از یه مفهوم دیگه ای استفاده میکنیم تحت عنوان overprint fill این overprint fill که برای اساسا چاپ آفست طراحی شده و این مفهوم برای چاپ هست دقیقا این مسئله رو برامون پوشش میده و این کار میکنه که شما هر چه متن داشته باشید چه تصویر داشته باشین و چه استروک داشته باشین چه وکتور داشته باشین میتونید مشخص بکنید که کدوم بخش از اون اوورپرینت هست و اینجا اوورپرینت به معنای اینه که به معنایی هست که توضیح دادن یعنی اینکه در اصل زیرش نباید خالی باشه یعنی زیرش رو نباید سفید بکنه موقع چاپ و مرکب ها باید روی همدیگه بنشینن در اینجا شما میتونید که چه کل متن رو باکس متن رو انتخاب بکنید و اوورپرینت فیل بزنید چه اگر متن شما به طور مثال اگر بخش هایش رنگ های دیگه ای دارن که شما نمیخواید اون رنگ ها اوورپرینت بشن به طور خاص رنگ سفید هرگز نباید اورپرینت بشه ببین اگر من رنگ سفید رو اورپرینت کنم به من پیغام خطا میده و اگر اصرار بکنم این کار رو برای من انجام میده و اگر این کار بکنم باز دوباره به من پیغام خطا میده اجاز... یعنی تا جایی که ممکنه به من اجازه نمیده که سفید رو اورپرینت بکنم به دلیل اینکه توی مود سیپریشن پریویو اگر ببینید توی حالت طبیعی سفید رو به ما نشون میده ولی توی اوورپرینت پریویو نشون خواهد داد به ما که موقع چاپ رنگ سفید ادغام خواهد شد با رنگ زمینه و طبیعتا اصلا محو و نابود میشه و دیگه دیده نمیشه بنابراین حالا با توجه به این مسئله و اینکه حتما باید حواسمون جمع باشه که ما رنگ سفید رو اوورپرینت uh, نباید بکنیم uh, من اوورپرینت اینو رو برمیدارم <clears throat> با توجه به این مسئله uh, ما میتونیم که uh, بخش هایی رو که لازم هست اوورپرینت بشند رو uh, به طور جداگانه uh, در متن سلکت uh, بکنیم و اوورپرینت بکنیم و یا مثلا فرض بگیرید در اینجا که از رنگ های اسپات استفاده کردم و این رنگ در اصل یه رنگ ساختنی هست اصطلاحا میگن پنتون و طبیعتا توی مود سیپریشن اگر ببینید همین اتفاق براش خواهد افتاد که به،, طور مستقل وقتی توی یک زینک مجزایی قرار میگیره برای چاپ طبیعتا یه رنگ اسپات دیگه ای. یا زمینه های دیگه ای که توی س... چهار رنگ حضور دارن اگر حضور داشته باشن به با عنوان زمینه اونها جاشون جاش رو سفید میذارن و باز دوباره ما این مسئله رو داریم و میتونیم که رنگ هایی رو هم که میخوایم به صورت اسپات استفاده بکنیم اونها رو هم به اصطلاح اوورپرینت بکنه میبینید که توی مود اوورپرینت پریویو برخلاف پریویو معمولی نشون میده که اصطلاحا همون حالت ملتیپلای اعمال شد برای این توی متن خیلی معلوم نمیشه اتفاقا توی متن بهتر هم میشه چرا چون توی مرکب مشکی توی چاپ Uh, یه مرکب یه مشکی بوره uh, و دلیل بور بودنش برای اینه که uh, وقتی ترکیب میشه برای ساخت تصاویر uh, تصاویر رنگی uh, اون رنگ مشکی uh, تیره نکنه تا یه, حد، تا یه حدی بتونه uh, سایه ها رو به صورت طبیعی اضافه بکنه روش از لحاظ فیزیک رنگ کار شده و یک درصد یعنی دست مشکی پرکلاقی نیست uh, و یکی از دلایلی هم که اصلا ما اوورپرینت میکنیم و زیر اینو پر میکنیم حتی اگر چاپمون انقدر دقیق باشه که به اصطلاح رو هم خوریش خراب نشه باز هم اون کارو میکنیم چرا چون این رنگ مشکی بوره در حالت طبیعی و اگر ما اینو اوورپرینت نکرده باشیم اون مشکی چون ادغام نمیشه با زمینه با همون کیفیت خودش ظاهر میشه و اون تیرگی که الان دارید میبینید می رو نخواهید دید درش نمیدونم الان توی این نمونه اینجا چون دیسپلی ما احتمالا روی appearance of black توی به روی آن روی all blacks and rich هست Uh, بهمون نشون نمیده تمایزش رو ولی اگر بگذاریمش روی دیسپلی All Blacks and Rich از دست Accurately بذاریم اصلا اینجا هم نشون داده نمیدونم تو مانیتور شما میتونی تمایزش رو ببینید یا نه ولی 100 درصد K یا بلک چاپ یه مشکی بوره ولی ریچ بلک یا همون مثلا مشکی پرکلاقی یا مشکی تیره ما به مشکی دست از لحاظ دیداری غنی هست و در بالاترین سطح مشکیه که ما میتونیم درک بکنیم و ببینیم حالا من این اگه بکنم بله نمیدونم من تو مانیتورم دارم میبینم تو مانیتور شما اگر بتونید ببینید الان تو حالت اوورپرینت اگر اوورپرینتش رو بردارم و برم توی مود اوورپرینت پریویو اون حالت بور بودنش تا یه حدی توی مانیتور قابل دیدن هست با این حال اه آه آر. با این حال الان توی حالت اوورپرینت پریویو چون اوورپرینت هست بذارید من این یه تیکه رو اوورپرینتش رو بردارم خیلی اینجا الان نشون نمیده ولی واقعا به همین اندازه ممکنه خصوصا توی زمینه های تیره تر که تباین رنگ تیره بیشتر مشخص میشه توی اونجا باور کنید که ممکنه همین یه دونه اندی که من اینجا اوورپرینتش رو برداشتم ناخواسته توی چاپ وقتی چاپ بشه میبینید که این از با بقیه متفاوت شده و رنگش بوره در صورت ما فقط مش... متن مشکی رو اوورپرینت میکنیم بله اصلا اینجا ببینید اینجا توی اینورتش بهتر نشون میده وقتی اوورپرینت میکنید پر میشه و رنگش تقریبا به سفید خالص نزدیک میشه ولی وقتی نیست اینطوری نیست به هر حال نکته ای که اینجا هست الان من خودم همیشه موقعی که کارم رو میخوام برای خروجی بدم حتما میام توی پنل سیپریشن پریویو تیک اوورپرینت پریویو رو میزنم برای اینکه مطمئن بشم چیزی که دارم میبینم همون چیزی هست که میخوام چاپ بشه و اتفاقی احیانا نیفتاده باشه و حتما رنگ مشکی رو بر میدارم ببینم که زیر مشکی سفید هست یا نه این کنترل خیلی مهمه که شما همیشه قبل از اینکه خروجی بدید برای چاپ باید رعایت بکنید و اینو بگم که من حتی دبل چک هم میکنم و فایلی که خروجی گرفتیم رو توی ادوبی اکروبات پرو هم کانال های رنگش رو چک میکنم تا خیالم راحت بشه فایل پی دی افی که دادم برای چاپ مشکلی نداره آخرین موضوعی که میخوام مطرح بکنم سوالیه که اینجا ممکنه برامون مطرح بشه ما اوورپرینت کردیم اینجا ولی چیزی که اوورپرینت اینجا کردیم توی رنگی که مشکی نیست چون توی رنگ مشکی سیفه با هر رنگ زمینی ادغام بشه هیچ اشکالی ایجاد نمیشه چون بالاتر سیاهی رنگی نیست اما رنگ های دیگه این مشکل براشون پیدا میشه وقتی من سویچ میکنم به مود به اصطلاح اوورپرینت Preview میبینم که این دوتا با هم دیگه ادغام شدن و اصلا کیفیت رنگ من متفاوت شد و درصد رنگش اصلا تغییر کرد ولی در این حال باز من نمیخوام اون اتفاق بیفته توی چاپ چون هر دوی اینها هم Uh, حتی حتی فرقی هم نمیکنه که زمینه شما اسپات باشه یا نباشه در هر صورت این محدوده وقتی که اوورپرینت نشده باشه بذارید من اینو ببندم وقتی اوورپرینت نشده باشه توی سیپریشن پریویو خواهیم دید که زیر استفیده و خصوصا اگر محدوده بزرگتری باشن برامون واقعا درد سرساز میشه اگر توی چاپ حتی یک دهم میلیمتر اگر جا به جا بشه اون سفیدی میزنه بیرون چون اینا کاملا منطبقا بر هم دیگه هیچ راهی نداره برای حل این مشکل ما از به اصطلاح ابزاری استفاده کنیم یا از فرایند استفاده میکنیم به اسم ترپ کالر ترپ به معنای به صلاح دام هست خب و معناش به اینه که ما میخوایم رنگ رو به دام بندازیم اینجا توی محدود محدوده رنگ ها دقیقا روی مرز هستن و این به این معناست که رنگ ها میتونن به راحتی از دست ما فرار بکنن و جابجا جا بشن و این جابجایی خیلی خیلی محتمله چون برای اطلاعتون بگم صرفا به خاطر دستگاه چاپ هم نیست ممکنه کاغذ های چاپ تو پروسه چاپ خصوصا کاغذ ها منقبض یا منبسط بشن و به هر دلیلی تا یک درصدی ممکنه این اتفاق بیفته و شما نمیتونید چاپچی رو مقصر بدونید صد درصد برای این مسئله بنابراین کاری که میکنن کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که ترپ بکنیم این ترپ رو هم میتونید به صورت دستی انجام بدید و هم میتونید از ابزار ترپ استفاده کنید در از فرمان ترپ استفاده کنید فرمان ترپ کجاست اولا که باید محدوده هایی که میخواین ترپ روشون اعمال بشه رو سلکت بکنید یعنی اون اونهایی که درگیر هستن اون دو بخشی که درگیر هستن یا چند بخشی که درگیر هستن رو بعد از منوی ویندو پث یا شیف کنترل F9 رو میزنید پث رو باز میکنید یکی از ابزارهای پث فایندر ترپ هست توی ترپ شما میتونید مشخص بکنید که زخامت ترپ شما چقدر باید باشه زخامت رو به پوینت میدن اگر بخواید میتونید سرچ بکنید که ببینید به اصطلاح تغییر این متریکا در از تغییر این مقیاس ها با همدیگه چجوریه یعنی اگه بخواید درک بکنید که یک پوینت چند میلی ولی آه در نظر باید بگیرید که دلیل این که از پوینت استفاده میشه اینه که ما زخامت های استروکمون رو هم با پوینت مشخص میکنه بنابراین درکش از این لحاظ قابل فهم هست که مثلا 25 صدم پوینت به معنای یک خطی هست یه یک خطی هست که 25 صدم به صلاح زخامت داره یعنی به اندازه زخامت این خط اه، برامون اه، ترپ ایجاد میکنه اه، 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 اگر که داکیومنت رو بزنید روی زوم 100 درصد بهتر میتونید درک بکنید که این میزان از زخامت چقدر هست دقیقا احتمالا همون یه اپسیلون خودمون میشه میتونه به حسب نیاز کم و زیاد بشه ولی پیش فرضش روی 25 صدم هست میتونید روی نیم بذارید اگر مطمئن نیستید یا میتونید با به اصطلاح چاپخونه هماهنگ بکنید و بگید که ضریب خطای شما در روی همخوری چقدره و با توجه به حساسیت کارتون درصد ترپ رو مشخص بکنید به این صورت ترپ اینو مشخص میکنید به اصطلاح درصد هایت و رو مشخص میکنید و تینت داکشن اگر میخواین که به اصطلاح در این محدوده ها یعنی محدوده ای که ترپ میشه تین صورت بگیره به معنی اینکه اون محدوده درصد رنگ کمتر بشه که الان مد نظرمون نیست میتونید اونو کم بکنید من فعلا میزنم روی 100 صد درصد چون میخوام هیچ تف... از لحاظ دیداری وقتی چاپ میشه خیلی تفاوتی با, با چ... چیزی که دارم از قبل میبینم نداشته باشه اینو اوکی میکنم و میبینید که یک ترپ برای من ایجاد کرد این ترپ البته الان مد نظر من نیست چون برعکس ترپ کرده رنگ زمینه رو قالب کرده و این البته در صورتی که چیز باشه در صورتی که این فرم ها رو ما bring to forward کنیم یعنی bring تو فرانتشون بکنیم به دردمون میخورن یعنی اینطوری میتونن عمل بکنن که در اس نه 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 این بذارید بذارید ببینم اینجا رو چک میکنم آره نه هیچ تفاوت ایجاد نکرد چون برعکس اتفاق باید رنگ, ز... رنگ فورگراند این اتفاق براش من کنترل زد میزنم و مجددا این کار رو انجام میدم این بار توی ترپ ریورس میکنم ترپم رو آه. این دقیقا اون چیزیه که مد نظر من هست اینکه محدوده ای ما داشته باشیم الان توی اوورپرینت پریویو دارم میبینم که توی این محدوده اینها دیگه الان اوورپرینت نیستن یعنی نباید باشن ولی این محدوده فقط این محدوده ای ترپ هست که اوورپرینت میشه و نتیجه ای که خواهد داشت اینجوریه ببینید به این صورته که توی محدوده ترپ مقداری از اون رنگ ادغام میشه اگر آر و خب تا این حدش مثلا من توی این زوم دارم میبینم چه اتفاقی دارم میفته ولی وقتی بیام روی زوم 100 درصد دیگه چشم به اون صورت متوجه نمیشه که چه اتفاقی اونجا افتاده ولی من میدونم به عنوان طراح اینی که رنگ رو اینجا به دام انداختم و نذاشتم که حالا تا حد 25 صدومه پوینت اجازه داره که جابجا جا بشه و اگر جابجا جا بشه هیچ اتفاقی برای اثر من پیش نخواهد اومد این تمام اون چیزی بود که امروز میخواستم با شما در میون بذارم ممنونم که همراه من هستین اگر سوالی دارید میتونید پایین همین ویدیو کامنت بکنید و من تلاش میکنم که در اولین فرصت و در امکانم اگر باشه خدمتتون پاسخ بدم روزتون بخیر اوقاتتون خوش خدا نگهدار